وقتی در 11 سالگی نقش کودکی کمال‌الملک رو توی فیلم پدرت بازی میکنی، معلومه که در آینده شخص خاصی میشی. امروز در ایران بیوگرافی به معرفی لیلا حاتمی از بازیگران بین المللی و با شخصیت کشورمون میپردازیم. لطفاً تا انتهای ویدیو همراه ما باشین تا با این بازیگر جذاب کشورمون بیشتر آشنا بشیم. لیلا حاتمی در 9 مهر سال 1351 به دنیا اومده. او تنها فرزند مرحوم علی حاتمی کارگردان و زری خوشکام از بازیگران قبل از انقلابه که به لطف پدر و مادرش وارد عرصه هنری شده. پدرش در تهران به دنیا اومد، اما اصالتاً تفرشی، شهری در استان مرکزی، و مادرش اهل اصفهانه. او در رشته ریاضی فیزیک در تهران دیپلم گرفت. در دانشگاه پلی‌تکنیک در رشته مهندسی برق شروع به تحصیل کرد. تحصیل در این رشته رو پس از 2 سال نیمه کاره رها کرد و به دانشگاه لوزان سوئیس رفت و در اونجا ادبیات فرانسه خوند. به علت بیماری پدرش در سال 75 تحصیل رو نیمه کاره رها کرد و به ایران بازگشت. در سال 77 با علی مصفا ازدواج کرد. او در گفتگویی که با ماهنامه فیلم در شهریور 90 انجام داد، بیان کرد احساسات عمیق شکل گرفته در حین ساخت فیلم لیلا پایه‌گذار شکل‌گیری پیوند این دو در زندگی واقعی شده. خیلی از منتقدان عقیده دارند موفقیت فیلم لیلا به دلیل اینه که لیلا حاتمی و علی مصفا در این فیلم احساسات واقعی به هم نشون میدن. وی دارای 2 فرزند به نام‌های مانی و عسله. لیلا حاتمی همچنین به 5 زبان انگلیسی، فرانسوی، فارسی، آلمانی و ایتالیایی مسلطه و صحبت میکنه. اولین حضورش در سینما در نقش کودکی کمال‌الملک در فیلم کمال‌الملک به کارگردانی پدرش علی حاتمی بود. او در سال 75 اولین کار سینمایی خودش رو به نام لیلا با کارگردانی داریوش مهرجویی تجربه کرد و برای بازی در این فیلم دیپلم افتخار جشنواره فیلم فجر رو دریافت کرد. بعد از حضور در فیلم جدایی نادر از سیمین در سال 89 به کارگردانی اصغر فرهادی، تونست در لیست زیباترین زنان خاورمیانه رتبه 4 را به خودش اختصاص بده. لیلا حاتمی به عنوان عضو هیئت داوران بخش اصلی 67مین دوره جشنواره فیلم کن در سال 2014 انتخاب شد. حاتمی در این جشنواره با ژیل ژاکوب، دبیر و رئیس جشنواره، دست داد و روبوسی کرد که انتشار تصویر و فیلم این عمل در فضای مجازی جنجال فراوانی ایجاد کرد. وزیر ارشاد وقت علی جنتی طی سخنرانی این عمل حاتمی را غیر قابل قبول و دفاع دونست. لاله افتخاری عضو هیئت رئیسی کمیسیون فرهنگی مجلس اصولگرای 9 در اظهار نظری خواهان برخورد با این مسئله شد. پس از بازتاب عمل حاتمی در رسانه‌های داخلی و خارجی ایران، ژیل ژاکوب رئیس جشنواره کن در صفحه توییتر خودش نسبت به این مسئله و واکنش مسئولای ایرانی نوشت: این جنجال‌ها بی اساسه، چون این مسئله در فرهنگ غرب کاملا عادیه. این من بودم که برای بوسیدن خانم حاتمی پیش قدم شدم. در اون لحظه او برای من نماینده‌ای از سینمای ایران بود. ایران بیوگرافی بزرگترین مرجع بیوگرافی ایران افتخار داره تا میزبان شما باشه. با سابسکرایب کردن کانال ما به محتواهای ما دسترسی بهتری دارین و به ما کمک زیادی در جهت تولید محتوای بهتر میکنین. لطفاً سایر دستبندی‌های ما رو که پر از ویدیوهای جذاب از دست ندید. در سال 1391 سفارت فرانسه طی بیانیه‌ای اعلام کرد نشان ادب و هنر درجه شوالیه توسط وزیر فرهنگ و ارتباطات این کشور به لیلا حاتمی اهدا شده. این نشان به خاطر خلاقیت هنری یا ادبی یا به خاطر مشارکت در تلالوی هنر و ادب در فرانسه و در جهان به هنرمندان اهدا میشه. همچنین در ژوئن 2017 آکادمی اسکار اعلام کرد که از لیلا حاتمی برای عضویت در این آکادمی دعوت به عمل آورده و لیلای سینمای ایران همکنون عضو آکادمی اسکاره. او از سال 2001 تا کنون داوری جشنواره‌های بین‌المللی متعددی از جمله جشنواره مراکش، روم، کاستندورف، ترکیه، کن و ونیز را به عهده داشته. حاتمی به تازگی به عنوان یکی از داوران اصلی جشنواره فیلم ونیز در سال 2022 حضور داشت و با پسر خودش در مراسم فرش قرمز این جشنواره شرکت کرد که این خودش باعث واکنش‌های زیادی شد.
همکنون در قسمت بالای صفحه لینک دستبندی بازیگران ایران بیوگرافی رو براتون قرار میدیم که میتونین به زندگی نامه بازیگران مختلف کشور دسترسی داشته باشین. از اینکه ما رو دنبال میکنید از شما ممنونیم. لیلا حاتمی در طول فعالیت خودش در سینما و تلویزیون در بیش از 7 سریال از جمله هزار دستان و کیف انگلیسی و در بیش از 40 فیلم سینمایی بازی کرده که مهمترین فیلم‌های سینمایی او عبارتند از جدایی نادر از سیمین، ما همه با هم هستیم، قاتل و وحشی، بمب یک عاشقانه، رگ خواب، در دنیای تو ساعت چنده، نارنجی پوش، ارتفاع پست، سعادت آباد، بی پولی، آب و آتش و لیلا. لیلا حاتمی سابقه ترجمه 3 کتاب به نام‌های 6 گفتگو با پیکاسو، شب افتتاح و گرترود رو در کارنامه هنری خودش داره. همچنین در سینما سابقه فعالیت به عنوان گوینده، راوی، طراح صحنه و لباس و دستیاری کارگردان رو هم داره. لیلا حاتمی برای حضور در فیلم‌های سینمایی 21 بار برنده و 28 بار نامزد جوایز جشنواره‌های داخلی و خارجی شده. او برای بازی در فیلم‌های رگ خواب، آب و آتش، بی پولی، جدایی نادر از سیمین، لیلا، هر شب تنهایی، کیف انگلیسی و سر به مهر برنده جوایز متعددی از جشنواره‌های فیلم فجر، جشن دنیای تصویر، جشن بزرگ سینمای ایران، جشنواره کارلو ویواری، جشنواره مونترال، جشنواره برلین و پام اسپرینگز شده. حاتمی در اسفند سال 96 در نشست خبری فیلم خوک در جشنواره فیلم برلین به رخدادهای آبان ماه 96 واکنش نشون داد. او در این جلسه گفت: میخواهم از این فرصت استفاده کرده و عمیقا ناراحتی و عصبانیت خودم رو از برخوردی که اخیراً با معترضان در ایران شد ابراز کنم. این شرم‌آوره که در کشور من تظاهرات و اعتراض به بهای جان تظاهر کنندگان تموم میشه. این برای نخستین باره که من در مصاحبه سیاسی حرف میزنم. دوستان ایران بیوگرافی، امیدواریم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. انتقادات و پیشنهادات شما برای قسمت‌های بعد باعث رشد کانال ما خواهد شد. پس منتظر خوندن کامنت‌های شما هستیم و در آخر به سایر ویدیوها و دستبندی‌های متنوع ما نیز سر بزنید و کانالمون رو سابسکرایب کنید. خیلی خیلی از شما ممنونیم. ایران بیوگرافی، بیوگرافی آنانی که میشناسیم و نمیشناسیم.